سرخط خبرها. طالبان به مردم ولایت دایی کندی دستور دادند که به نیروهای انگرو غذا بدهند و اتاقها را گرم کنند. نیروهای طالبان پدر انوش دستگیر را به اتهام همکاری با جبهه مقاومت بازداشت کردند. تام وست میگوید آمریکا از گفتگوهای واقعی افغانها قاطعانه پشتیبانی میکند. سازمان ملل میگوید درآمد کشاورزان تریاک در افغانستان 3 برابر شده است. وزیر خارجه طالبان میگوید راه نجات افغانستان در حمایت از طالبان نهفته است. و خبرگزاری اسوشیتد پرس نوشته است که روسیه و کمانداهای افغان که به جنگ اوکراین میروند ماهانه $1500 میپردازد. با خبرهای تازه این ساعت از کانال زنگوله خوش آمدید. مشروع خبرها. طالبان به مردم ولایت دایکندی دستور دادند که به نیروهای انگرو غذا بدهند و اتاق‌ها را گرم کنند. منابع محلی به رسانه‌ها می‌گویند که نیروهای جدید طالبان که در 5 بلسپلی ولایت دایکندی مستقر شدند به مردم دستور دادند تا برایشان غذا تهیه کنند و اتاق‌هایشان را گرم کنند. شمار این نیروها در هر بلسپلی بین 200 تا 350 نفر گزارش شده است. روز روشن نیست که چرا طالبان جنگجویان خود را در این ولسوالی ها جابجا کردند و به مردم هم در این مورد توضیح ندادند. گفته می شود که طالبان شبانه خانه های افراد مشخص را تلاشی کرده و عده ای از ریش سفیدان را شکنجه کرده تا برایشان اسلحه تهیه کنند. آنها ساکنان خانه های بزرگتر را از خانه هایشان بیرون رانده و خودشان در آنجا جابجا شدند. مردم محلی میگویند که غذا و سوخت کافی برای خود ندارند، اما حالا مجبور هستند برای نیروهای طالبان نیز غذا تهیه کنند و محل اقامت آنان را گرم کنند. در صورت عدم تمکین طالبان مردم محل را آزار میدهند و توهین میکنند. نیروهای طالبان پدر انوش دستگیر را به اتهام همکاری با جبهه مقاومت بازداشت کردند. منابع محلی در ولایت پروان از بازداشت پدر انوش دستگیر سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان به اتهام همکاری با جبهه مقاومت از سوی طالبان خبر می‌دهد. منابع امروز در صحبت با رسانه‌ها گفتند که استخبارات طالبان غلام محمد دستگیر پدر انوش دستگیر را 1 هفته پیش از منطقه میانه گذر بلسپلی جبل السراج ولایت پروان بازداشت کرده و تا کنون در بند این گروه به سر می‌برد. با گفته یه منابع غلام محمد دستگیر قریه‌دار پیشین روستای میانگذر بلسپلی جبل السراج بوده است. در حالی که طالبان آقای دستگیر را به اتهام همکاری با جبهه مقاومت ملی بازداشت کردند، اما باشندگان این ولایت میگویند که او با هیچ گروهی ارتباط نداشته است. چند روز پیش نیز طالبان پدر 2 تن از نظامیان پیشین را در این ولایت بازداشت کردند. تام وست میگوید آمریکا از گفتگوهای واقعی افغانها قاطعانه پشتیبانی میکند. نماینده آمریکا برای افغانستان در گفتگو با دکتر عبدالله گفته است که واشنگتن در کنار کشورهای دیگر از گفتگوهای واقعی میان افغانها برای تعیین آینده این کشور قویاً حمایت میکند. تام وست از امکان سفر آزادانه دکتر عبدالله ابراز خرسندی کرده است. وی در تویتر نوشته است که دیگر رهبران افغان نیز باید حق سفر آزادانه را داشته باشند. پیش از این طالبان مانع سفر برخی سیاستمداران به خارج از کشور شده بودند. از جمله منابع نزدیک به حامد کرزی در 3 میزان بر رسانه ها گفتند که او به دلیل ممانعت طالبان نتوانسته به آلمان سفر کند. تام وست از خواست دکتر عبدالله برای آغاز گفتگوهای واقعی طالبان با جریان‌ها و شخصیت‌های سیاسی افغان حمایت کرده است. سازمان ملل می‌گوید درآمد کشاورزان تریاک در افغانستان 3 برابر شده است. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل می‌گوید که در 1 سال گذشته درآمد کشاورزان تریاک در افغانستان با جهش از $425 میلیون به $1.4 میلیارد 3 برابر شده است.
این سازمان امروز سه‌شنبه در گزارش تازه‌اش از افزایش 32% کشت خشخاش در افغانستان نیز خبر داده است. وزیر خارجه طالبان میگوید راه نجات افغانستان در حمایت از طالبان نهفته است. مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت سرپرست طالبان از سیاسیون که در خارج از افغانستان احزاب سیاسی ایجاد میکنند و تندی انتقاد کرده و راه نجات افغانستان را در حمایت از طالبان عنوان کرده است. امیرخان متقی که امروز سه‌شنبه در مراسم به مناسبت رونمایی از یونیفرم جدید نیروهای استخبارات طالبان سخنرانی می‌کرد، خطاب به چهره‌های سیاسی افغانستان در خارج از کشور گفت که کسانی که در خارج گروه، تنظیم و یا ائتلاف می‌سازند برای گرفتن 5 روپیه پول طوق غلامی به گردنشان می‌آویزند. و ای ضمن صحبت‌هایش بار دیگر از چهره‌های سیاسی دعوت کرد تا به افغانستان برگردند و گفته ای آقای متقی راه نجات افغانستان را باید در حمایت از طالبان جستجو کرد. خبرگزاری اسوشیتد پرس نوشته است روسیه با کماندوهای افغان که به جنگ اوکراین می‌روند ماهانه $1500 می‌پردازد. اسوشیتد پرس با نقل از جنرالان ارتش افغانستان گفته است که روسیه برای هر نظامی سابق افغان که پیشنهاد این کشور را برای شرکت در جنگ اوکراین میپذیرد ماهانه $1500 میپردازد. این خبرگزاری تایید کرده که مسکو در حال استخدام کماندوهای ارتش سابق افغان برای اعزام به جنگ اوکراین است. آسوشیتد پرس گفته است که با سقوط جمهوریت و تسلط طالبان در افغانستان شماری از نظامیان افغان به کشورهای همسایه گریختند و شماری نیز در داخل کشور گیر ماندند. طالبان به رغم اعلام عفو عمومی همچنان به بازداشت، قتل و شکنجه نظامیان پیشین ادامه دادند. همچنان عبدالرؤوف ارغندیوال یک جنرال ارتش سابق با اشاره به نظامیان پیشین افغان که به ایران پناه بردند به اسوشیتد پرس گفت آنها نمیخواهند به جنگ بروند اما چاره ای ندارند و افزود که این سربازان میگویند اگر به افغانستان برگردیم طالبان ما را خواهند کشت.